بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بين عزيز وقرامية شبكية جهانية وسأل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باز هم با قسمت جدید برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستیم اگر فراموش نکرده دا باشید در برنامه گذشته در قسمت این در مورد یکی از ابرمردان تاریخ اسلام عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی صحبت هایی داشتیم البته ما با جایی رسیدیم که مادر عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بنابر پیام پدرشان که والی مصر بودند از مدینه منوره به مصر رفتند و عمر ابن عبدالعزیز نزد اخوالشان نزد دایه نزد خانواده عمر رضی الله عنه در مدینه منوره باقی ماندند. بعد از سپری کردن چند مدتی که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در مدینه منوره سپری کردند سپس برای زیارت پدر و مادرشان عازم مصر شدن و به مصر سفر کردن بعد از چند مدتی که در مصر بودن شوق و رغبت آموختن علم در دل عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فواره میزد و این چیز باعث شد که از پدرشان یک بار دیگر اجازه بگیرند تا برای ادامه تحصیل برای فراگیری علوم اسلامی برای فراگیری سنت نبوی صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره جایی که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعداد زیادی از تابعین در مدینه منوره بودند بیاین به مدینه منوره و درس و تحصیل خود را ادامه بدهند همین بود که پدرشان عمر ابن عبدالعزیز را برای فراگیری علوم اسلامی به مدینه منوره میفرستند و بالخصوص نزد صالح ابن کیسان که یکی از علمای معروف و فقه های معروف اهل مدینه و تابعین به شمار می روند نزد ایشان زانوی تلموز بزنند و علوم اسلامی و شرعی را فرا بگیرند در میان استادان عمر ابن عبدالعزیز تابعی جلیل و قدر دیگری به نام سعید ابن مسیب رحمه الله تعالی نیز هستند که ایشان از فقه های معروف مدینه بودند و عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نزد این بزرگان و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مدینه منوره حیات داشتند زنده بودند از ایشان علوم اسلامی به خصوص احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را آموختند چون در مدینه منوره در میان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شدن خوی و خواص یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خود گرفته بودند عبادت و زهد را از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بود تقوا و پرهیزگاری ایشان را آموخته بود به همین مناسبت است که یک بار انس بن مالک رضی الله عنه خادم ده ساله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک نماز از عقب عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نماز خواندند و امامت عمر بن عبدالعزیز نماز خواندند بعد از نماز انس بن مالک رضی الله عنه می گفت ما رأیت احدا اشبه صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم من هذا الفتا من هیچ کسی را ندیدم که مشابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز بخواند نمازش مشابه نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشد بجز همین جوان یعنی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی البته این همه به خاطر این بود که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در خانواده آل عمر در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بودند در میان استادان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله گفته می شوند که از هشت صحابی حدیث گرفتند و همچنان تعداد تابعینی که از ایشان عمر بن عبدالعزیز رحمه, رحمه الله که خودشان نیست از صغار تابعین به شمار می روند. تعداد فراوانی بودند که تقریبا از 25 تن تابعین که شاگردان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند عمر بن عبدالعزیز رحمه الله از ایشان علم آموختند و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از ایشان گرفتند البته عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله با این تربیه ای ایمانی که در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم شده بود مورد تقدیر خانواده آل عمر و همچنان از سوی خاندان پدرشان که خاندان بن اومیه باشه از سوی آنها نیز مورد تقدیر و احترام خاص قرار گرفتند و قرار می گرفتند به همین سبب عبدالملک ابن مروان عموی ایشان نیز می باشند کاکای عمر بن عبدالعزیز نیز می باشند محبت خاص با عمر بن عبدالعزیز با برادر زادیشان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله داشتند البته این همه به خاطر این بود که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یک شخص مخلص متقی پرهیزگار مؤمن مؤدب محترم عالم، زاهد و عابد تمام صفات خوبی یک مسلمان را عمر بن عبدالعزیز در خود پیدا کرده بودند در خود جمع کرده بودند و همین چیز باعث می شد که هر کسی که ایشان را ببیند فریفته ایشان شود با ایشان تمایل پیدا بکند محبت و احترام ایشان در دلشان پیدا شود به همین سبب عبدالملک ابن مرفان که خلیفه مسلمانان خلیفه معروف خاندان ابن امیه و عموی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نیز می باشند محبت خاصی با ایشان داشت و احترام خاصی به این برادرزادی کوچکش داشت داشت در حین خلافتش همیشه از این برادرزادی نوجوانش با اینکه نوجوان بود به سن پختگی نرسیده بود باز هم از مشوره ها از نصیحت های مفید این برادرزاده جوانش استفاده می کرد از او مشوره می خواست و همیشه به فرزندانش نیز توصیه می کرد که به عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله احترام خاص قائل شوند و در اداره شؤون خلافت از مشوره ها از راهنمایی ها از ارشادات عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی استفاده بکنن و بنابر محبت خاصی که با عمر ابن عبدالعزیز عبدالملک ابن مروان داشت دخترش را نیز به عقد این برادرزادیش عمر ابن عبدالعزیز در آورد و گفته می شود که عمر ابن عبدالعزیز را عبدالملک ابن مربان در هین جوانیش بر منطقه که را نام داشت به عنوان والی یا عامل از سوی خلیفه یا امیر از سوی خلیفه عبدالملک بن مروان در منطقی به نام خناسره فرستاد تا شؤون سیاست و حکومت و حکومتداری را نیز در همان سن نوجوانی و جوانیش عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بیاموز از زیرا از خاندان خلافت و از خاندان حکم و سلطنت بنو امیه تعلق دارن و منتصب این خانواده خلافت هستند به همین سبب وقتی که ولید ابن عبدالملک فرزند بزرگ عبدالملک بن مروان خلیفه مسلمانان می شود از عمر ابن عبدالعزیز استفاده می کند و در سال 87 هجری ولید ابن عبدالملک عمر ابن عبدالعزیز را به عنوان امیر مدینه منوره امیر شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرستد. خیلی جالب است وقتی که مردم اهل مدینه بعض مشکلات را در آن زمان دیدن والی ها یا امیر هایی که قبل از عمر ابن عبدالعزیز بر مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودن شاید در حق ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض ظلم و جفایی که روا داشتند با آمدن عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مردمان اهل مدینه بسیار خوشحال شدند خیلی خوش سرور و فرحت آنها دیدنی بود چون ایشان عمر بن عبدالعزیز را که در کودکی در خاندان عمر رضی الله عنه در میان آل عمر بزرگ شده بود میشناختند که در کودکی این, این, کودک کودک خدا ترس تربیه یافته و شاگرد مکتب عبدالله ابن عمر رضی الله عنه می باشد مردم اهل مدینه با آمدن عمر ابن عبدالعزیز به مدینه خیلی خوشحال و خرسند شدند اما عمر ابن عبدالعزیز وقتی که به سوی مدینه از سوی ولید ابن عبدالملک به عنوان امیر تعیین می شود می گوید من برای قبولیت این پست سه شرط دارم چون عمر ابن عبدالعزیز و امثال عمر ابن عبدالعزیز تشنه قدرت نیستند به خاطر منصب و چوکی دنیا و آخرت خود را نمی به خاطر دنیا آخرت خود را نمی فروشند و می که پذیرفتن این مسائل رسیدن به قدرت و منصب و چوکی این افتخار نیست بلکه مسئولیت هست و مسئولیت بسیار بزرگی هست که در روز قیامت از تک تک از لحظه لحظه این مسئولیت ها انسان پرسان می شود و باید جواب بدهد لحاظا عمر بن عبدالعزیز عاشق خلافت و امارت و منصب و این چیزها نبود بلکه این چیزها با طرف عمر بن عبدالعزیز خودشان می آمدن به عوالد بن عبدالملیک گفت من به سه شرط سه شرط دارم که امارت مدنی منوره را بپذیرم شرط اولم این است که من در میان اهل مدینه در میان ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم عدل و انصاف را پیاده می کنم من به عنوان امیر نزدشان می رومم، اما بالای هیچ کسی ظلم نمی کنم جفا نمی کنم و در میانشان با عدل و انصاف امارت می کنم شرط اولشان بود شرط دومم گفتن این است که در سال اول برای حج می چون قبلا حج نکرده بودن و شرط سومشان این بود که از بیت المال مدینه منوره چیزی به دمشق نمی فرستم بیت المال اهل مدینه از بیت المال اهل مدینه چیزی که جمع می شود در بیت المال اهل مدینه بر فقرا محتاجین مساکن خود اهل شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح می کنم به ایشان میدهم آنگاه از من خواهان عطیات و خواهان مال های اهل مدینه نباشید عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به عنوان امیر مدینه منوره به شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند وقتی که در مدینه منوره آمدن و از سوی مردم مورد استقبال گرم قرار گرفتند اینجا اولین کاری که کردند مجلس اهل شورا جور کردند در این مجلس فقهای دهگانی معروف مدینه منوره را جمع کرد و خدمت ایشان گفت اینی دعوتکم لامر تؤجرون علیه و تکونون اعوادا علی الحق إني لا أريد أن أقطع أمرا إلا بأمركم أو برأي من حضر منكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغ عن عامل لي ظلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني گفت من شما را برای یک در سهم شده اجر و و در حق همکاری می کنید گفته هیچ کار را من بدون مشوری شما انجام نمی دهن. هر کاری را که می کنم، اهل مجلس حاضر می شوند رأی می دهند یا آن تعدادی که حاضر شدن و رأی دادن به مشوری شما کار می کنم و این امارت را پیش میبرم. و هر یکی از شما که می در حق کسی ظلم می شود تعدی می شود من خدا را واسطه می گردانم که به خاطر خدا به من ابلاغ کند تا من دست ظالم را بگیرم و حق مظلوم را از ظالم بگیرم عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله با ایجاد شورای مجلس از فقهای های دهگانی مدینه منوره حکومتداری خود و امارت خود را در مدینه منوره آغاز کردند که این باعث خوشحالی مردم اهل مدینه و باعث سکون و راحت ساکنان شهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد و از کارهای نمایان دیگری که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله در اسنای امارتشان بر مدینه منوره انجام دادن این بود که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم را توسیع دادن البته این به امر خلیفه مسلمانان ولید ابن عبدالملک بود که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم را توسعه دادن و گفته می شود که وسعت مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم را عمر ابن عبدالعزیز صد درصد یعنی صد زرا طول مسجد را گردانیدن و صد زرا هم عرض مسجد را گردانیدن این گونه عمر uh, بن عبد العزيز رحمه الله در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمات شایان شان کردند که ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم از خدمات ایشان از عدل و انصافی را که بر مدینه منوره در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم حاکم کرده بودند راضی شدند خوشحال شدند و در سال 91 هجری وقتی که ولید بن عبدالملک خلیفه مسلمانان برای حج آمد و از شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذشت وقتی دید با اهل مدینه نشست و در مورد خدمات عمر بن عبدالعزیز و در مورد رضایت اهل شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم از امیر جدیدشان پرسید آنها همه اعلان رضایت کردند و ولید با دیدن رضایت مردم شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و با دیدن خدمات شایسته ای که عمر بن عبدالعزیز در این شهر کرده بود خرسند شد و رفت اما در سال بعدی در سال 92 هجری ولید بن عبدالملک حجاج را به عنوان امیر حج فرستاد وقتی که عمر بن عبدالعزیز از آمدن حجاج برای حج خبر شد به ولید بن عبدالملک پیام داد که من را از امارت مدینه برطرف کن چون من نمیخواهم که چهره شخص ظالمی به نام حجاج را ببینم ولید بن عبدالملک فورا به حجاج پیام داد که برای حج به مکه می روی و به مدینه نمی روی. از مدینه عبور نمی کنی چون عمر بن عبدالعزیز نمی تو را ببیند حال از اینجا یا قبل از این هم همان گونه ای که عمر بن عبدالعزیز مخالف ظلم و جورهایی بود که حجاج می کرد شاید حجاج هم نمی خواست که عمر بن عبدالعزیز بر امارت مدینه منوره باشد بناهن حجاج بعد از این سفر وادار کرد ولید بن عبدالملک را تا به گونه بتواند عمر بن عبدالعزیز را از امارت مدینه منوره و از امارت حجاز برطرف کند حجاج به ولید بن عبدالملک گفت در عراق هر کسی که ظلم می کند جنایتی می کند یا علیه خلافت و نظام شورش می کند وقتی من دنبال آن می آن را سرکوب می کنم او فوراً فرار می کند می به مدینه منوره و مدینه منوره و حجاز پناهگاه مجرمین و دشمنان نظام و دشمنان خلافت شدند بناهن حجاج وادار کرد ولید ابن عبدالملیک را که عمر ابن عبدالعزیز را از امارت مدینه منوره برطرف کند اینجا ولید هم البته به دید حجاج ابن یوسف مینگریست و فکر میکرد آن رو شاید بهتر باشد که با ظلم و شدت و سختی میتوان مردم را کنترل کرد در حالی که عمر ابن عبدالعزیز عکس این بلکه فکر میکرد با ترحم و شفقت و اجرا کردن عدل و انصاف میتوان مردم را گرویده حکومت و خلافت ساخت به هر حال عمر ابن عبدالعزیز را ولید ابن به مشوره حجاج ابن یوسف از امارت مدینه منوره برطرف کرد و عزل نمود و روزی که عمر ابن عبدالعزیز از مدینه منوره بیرون می شود و اماراتشان به پایان رسیده بود از اینجا می رفت همانگونه که ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم با آمدن عمر ابن عبدالعزیز خوشحال شده بودند امروز از رفتن عمر ابن عبدالعزیز ناراحت بودن آنها گریه می کردند اشک هایشان می ریخت و عمر بن عبدالعزیز نیز شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم را با اشک ها ترک کرد و ودا گفت این گناه این امیر امیر عادل از شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شد و رفت در یک منطقه‌ای که سوئیدان هم داشت آنجا مزرعی داشتن چند روز آنجا باقی ماندن و بعد از فکر و مشوره و استخاره های زیاده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به این نتیجه رسیدن که بودنشان در حجاز اگر امیر مدینه نباشند شاید به نفع ملت نباشد بناهن ترجیح دادن که بروند به دمشق نزد خلیفه در کنار خلیفه باشند و از آنجا مانع ظلم و جور بعض والیان مثل حجاج ابن یوسف شوند و این گونه امیر شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر ابن عبدالعزیز از مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردند و به دمشق رفتند و در دمشق در کنار خلیفه ولید ابن عبدالملک باقی ماندند اینجا وقت برنامه ما به پایان رسید تا قسمت بعدی برنامه قهرمانان الله یارا مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و